ولنتاین در فرهنگ مسیحی سده های میانه و سپس فرهنگ مدرن غربی روز ابراز عشق است که به صورت سالانه در روز 14 فوریه برگزار می شود. سابقه تاریخی روز ولنتاین به جشنی که به افتخار قدیس ولنتاین در کلیساهای کاتولیک برگزار می شد امروز برگزار می شود. طبق روایات سنت ولنتاین کشیش معبدی در نزدیکی روم بود که در 14 فوریه سال 269 میلادی به دستور امپراتور کلادیوس دوم گردن زده شد. اما ساکنان روم کشیش ولنتاین را فراموش نکردند و حتی کلیسه ای را به یاد او نامگذاری کردند. به تدریج نیز ولنتاین به قدیس حامی عاشقان تبدیل شد. کلودیوس عقیده داشت مردان مجرد نسبت به آنانی که همسر و فرزند دارند سربازان جنگجوتر و بهتری هستند. از این رو ازدواج را برای مردان جوان امپراتوری روم قدغن می کند. ولنتاین نیز معتقد بود که این حکم نادلانه است. لذا مخفیانه عقد سربازان رومی را با دختران محبوبشان جاری می کرد. هنگامی که کلودیوس این امر را دریافت، ولنتاین را به مرگ محکوم کرد. کشیش ولنتاین که خود عاشق دختر زندانبانش شده بود، نخستین کارت ولنتاین را خود او قبل از مرگش برای اون دختر فرستاد و در آن نوشت از طرف ولنتاین تو. اما یک افسانه است که میگوید کشیش ولنتاین به علت نجات دادن و فراری دادن مسیحیان از آزار و شکنجه رومیان کشته شده است. کشیش ولنتاین احتمالاً در زمانی حدود سال 270 میلادی به قد رسیده است. برخی بر این نظر هستند که روز ولنتاین سالگرد مرگ یا به خاک سپاری ولنتاین است. گروه دیگری معتقد هستند که کلیسای کاتولیک به منظور مسیحی سازی یک سنت باستانی و مشرکانه لوپرکالیا که در روم مرسوم بوده این تاریخ را برگزیده است. در سال 498 میلادی پاپ ژلازیوس یکم برگزاری جشن لوپرکالیا را ممنوع کرد. وی روز 14 فوریه را به عنوان روز ولنتاین اعلام کرد تا با اعمال مشرکانه مقابله کند. در سده های میانه اروپا به خصوص در انگلستان و فرانسه ولنتاین یکی از محبوب ترین قدیسان بوده است. به خصوص همزمانی شروع جفتگیری پرندگان با روز ولنتاین این باور را که روز ولنتاین به واقع روز عشق است تشدید می کند. قدیمی ترین یادبود ولنتاین که امروز در دست می باشد مربوط به چارلز دوک اورلئان است. وی که در پی شکست در نبرد آزینکورت در برج لندن زندانی بود، نامه ای را در سال 1415 برای معشوقه‌اش نوشت که اکنون در مجموعه دست نویس های کتابخانه بریتانیا نگهداری می شود. بر اساس باورهای کنونی، بقایای ولنتاین قدیس که در سده 19 در قبرستانی باستانی در ایتالیا کشف شد، همکنون در سه شهر روم، دوبلین و گلاسکو نگهداری می شود. بخشی از این بقایا پس از انتقال به یک تابوت طلایی توسط پاپ گریگوری 16 به کلیسای کاتولیک وایت فرایر در دوبلین، پایتخت جمهوری ایرلند اهدا شد. بخش دیگری از این بقایا که گفته می شود شامل استخوان‌های ولنتاین قدیس است، توسط یک خانواده متمول فرانسوی در سده 19 به کلیسه سانتا ماریا در روم منتقل شد. خارج از حلقه‌های مذهبی، از مردم عادی کمتر کسی از وجود این بقایا در شهر اطلاع داشت، تا اینکه در سال 1999 تصمیم به انتقال این بقایا به کلیسای دیگری به نام جان دانس اسکاتس گرفته شد. این اقدام توجه گسترده رسانه‌ها و به تبع آن عموم مردم را به دنبال داشت، به طوری که شهر گلاسکو به خاطر میزبانی ولنتاین قدیس شهر عشاق لقب گرفت و از سال 2002 این شهر همه ساله در روز ولنتاین میزبانی فستیوالی به نام فستیوال عشق است. در ایران باستان دو جشن از جهاتی با ولنتاین مشابهت داشته است. یکی جشن مهرگان که در آن مردم به یکدیگر هدیه می‌دادند. و دیگر جشن اسفندگان یا سپندار مزگان بوده که 5 اسفند برگزار می شده و مردم به همسران خود هدیه داده و از آنها تجلیل می کرده و بر تخت می نشانده. سپاسگزارم که با من همراه بودید. لطفاً برای دریافت ویدیوهای بیشتر از ما را سابسکرایب کنید.